سلام و شبتان بخیر. به خبر ده با من یاسر ابرار خوش آمدید. سرخط خبرها. راه پیمایی هواداران حزب اسلامی در کابل و هشدار از گسترده تر شدن دامنه این راه پیمایی ها. کنار رفتن رهبران حکومت، عملی شدن توافقنامه دوحه سوی امریکا و طالبان و آتش بس از خواست های این راه پیمایان هستند. توافقنامه که با حزب اسلامی شده این دولت برآورده نشده، ما به خاطر صلح آمدیم، ما فرهنگی مبارزه میکنیم. ادامه جنگ در ولسوالی ارغنداب کندهار، صدها تن مجبور شدند به علت جنگ ها خانه هایشان را ترک کنند. بزدلانه عمل میکنه، از نیروهای ملکی استفاده میکنه، از خانه های مردم استفاده میکنه، این دیگه ضعف دشمن نشان میده. نگرانی از گسترش فعالیت های طالبان در سمنگان. والی سمنگان میگوید طالبان در سه ولسوالی این ولایت با همکاری برخی از جنگجویان خارجی در تلاش گسترش ناامنی ها هستند. از ولایت های همجوار ما شکل گروپکی داخل میشن و طالبایی که از کشورهای دیگه هستند تعدادشان در سمنگان به حد زیادتره. و امیدها به گفتگوهای احتمالی غیر رسمی میان ایران و غرب بر سر مسئله هسته‌ای این کشور. مشروع خبرها. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید که اگر حکومت به خواستهای او رسیدگی نکند، دامنه اعتراضهای این حزب به شهرهای بزرگ دیگر نیز خواهد رسید. حکمتیار میگوید که حکومت باید توافقنامه‌اش را با حزب اسلامی عملی سازد. رهبر حزب اسلامی و هواداران این حزب که پس از راهپیمایی در شماری از جاده‌های کابل در کنار مسجد عبدالرحمن در مرکز شهر گرد آمدند میگویند که رهبران حکومت باید از قدرت کنار بروند و یک حکومت موقت به میان بیاید. توقف ترورهای هدفمندانه، عملی شدن توافقنامه دوحه سوی امریکا و طالبان و آتش بس از دیگر خواستهای این راهپیمایان هستند. حسیبه اتکپال گزارش می‌دهد. مرگ بر کسانی که بقایشان را در جنگ جستجو میکنند. هواداران حزب اسلامی به روز جمعه در جریان راهپیمایی در جاده های شهر کابل گویند که توقف ترورها، مخالفت نکردن با صلح، حرمت گذاشتن به توافقنامه دوحه، توافق بر آتش بس و انتقال قدرت به حکومت جدید، توقف ملیشه سازی، جلوگیری از غارت سرمایه های ملی و اجرای معاهده حزب اسلامی و حکومت از خواسته های دیگر این حزب هستند. آنان حکومت را مانع اصلی در برابر صلح می دانند. تاسو د سولې د پاره غړ کې دي موانع د سولې د لارې نه لري کې او د امنیت تامین د پاره مؤثر قدمونه واخلي. توافقنامه کې با حزب اسلامي شوه ای دولت برآورده نشوه، ما به خاطر صلح آمدیم، ما فرهنګي مبارزه میکنیم. گلبدین حکمتیار خودش در راهپیمایی در جاده ها حضور نداشت و پس از گرد آمدن هوادارانش در کنار مسجد عبدالرحمن برای سخنرانی به آنان آمد. او میگوید که حکومت کنونی از سوی ناتو بر افغانان تحمیل شده است و هیئت مذاکره کننده حکومت در دوحه از تمامی افغان ها نمایندگی نمی کند. هیئتی که در دوحه و به نمایندگی از ارگ با شما به مذاکره نشسته است، از یک اقلیت منفور و منزوی از ملت نمایندگی می کند. مدیریت هیئت در اختیار گروه کوچکی است، جنگ طلب، که قطعا مخالف صلح بودن و بقایشان را در ادامه جنگ جستجو می کند. حکمتیار از طالبان می خواهد که هرچه زودتر آتش بس کنند. به امارت اسلامی طالبان نیز بگوییم که یک راه های خاتمه فوری جنگ و رسیدن به صلح را جستجو و انتخاب کنید. با تشبس مشروط توافق کنید. برای تأمین امنیت تظاهرات روز جمعه بسیاری از جاده های شهر کابل بر روی رفت آمد بسته شده بودند که این کار با انتقاد باشندگان کابل روبرو شد. از پیش باغ بابر تا پیش مسجد عبدالرحمن به خاطر که یک فاتحه بود در سرمو باید برسم، از اون موجه که ما پیاده آمدیم تا این میجه چه قسم مظاهره است. واقعا این رهبرا رهبر دلسوز هستند. از قوای مرکز مردم همراه سیاسترش، همراه طفلش پیاده میانند.
حکمتیار هشدار می‌دهد که عملی نشدن خواست‌های حزب اسلامی او را به برپایی قیام ملی در سراسر کشور وادار خواهد کرد. دوشنبه هفته آینده 110مین سال روز نامگذاری 8 مارچ همچون روز جهانی همبستگی زنان خواهد بود. بزرگداشت از این روز از بهر جلب توجه مردم به حقوق برابر مردان و زنان و حق رأی زنان آغاز شد. امسال شعار این روز برگزیدن چالش است. فریبا سادات گزارش می‌دهد. امسال 110مین سال است که 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان نامگذاری شده است. زنانی که در هر کشور بیم‌ها و امیدهای خودشان را دارند. زالبیات هستم، عضو تیم ملی بولینگ افغانستان. من حیث یک ورزشکار افغان آرزوی ما برای خانما در سال 2021 این است که حقوقشان پایمال نشن، مورد خشونت قرار نگیرند. این بانو مسئول یک کافی شاپ در کابل است. تبسم هستم، مسئول کافه فرهنگی تبسم، ولایت غزنی ولسوالی جاغوری، فارغ التحصیل سنف 12 هم و سنم 21 سال هستم. تقریبا 2 سال میشه که ایجاد کردم. تبسم هرچند نگران آینده کار زنان در کشور است، اما میگوید که برای گسترش کارش میکوشد. تبسم را با چالش های خیلی زیاد ایجاد کردیم و می‌خواهیم که ایران بزرگ کنیم و شعبه‌اش در دیگر ولایت هم ایجاد کنیم و انشالله را سال آینده است، سال 2021 امیدواریم سال خوب برای زنان باشد تا ما رشد کنیم. زنان نه تنها در افغانستان بل در سراسر جهان با چالش‌های روبرو هستند، اما بیشتر آنان امیدوار هستند که با دشواری‌ها مبارزه کنند و به آرزوهایشان دست یابند. من کیمیا علیزاده هستم، 22 سال عمر دارم و می خواهم قهرمان المپیک شوم. نام من انیلا محمد اسلم است. من پلیس هستم. آزادی در جسور بودن است. امیدوارم که سال 2021 سال آزادی زنان باشد. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا میگوید که 7 زن افغان که در سال 2020 میلادی در جریان کار کشته شدند جایزه افتخاری زنان شجاع را از سوی آمریکا دریافت خواهند کرد. فاطمه خلیل از مقامهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جنرال شرمیلا فروخ رئیس بخش جندر ریاست امنیت ملی، مریم نورزاد که در ولایت‌های میدان‌وردک و بامیان همچون قابله کار کرده بود، فاطمه رجبی یک افسر پلیس از غزنی، فرشته افسر اداره امور زندان‌ها، ملاله میوند گرداننده رادیو تلویزیون انعکاس در ننگرهار و فرشته کوهستانی فعال حقوق زنان که در حمله‌های هدفمندانه در سال 2020 میلادی جان باختند، جایزه افتخاری زنان شجاع اهدا خواهند شد. جنگ در ولسوالی ارغنداب در نزدیک شهر کندهار هنوز هم ادامه دارد. مقام ها میگن که بسیاری از بخش های این ولسوالی را از طالبان گرفتند، اما به علت جا به جا شدن ماین ها بخش های از این ولسوالی هنوز هم در اختیار طالبان هستند. در این ولسوالی صدها تن مجبور شدند که به علت جنگ ها خانه هایشان را ترک کنند. گزارشی از عبدالله حمیم. ولسوالی ارغنداب در نزدیک شهر کندهار از 4 ماه بدین سو گواه نبردهای سنگین است. حکومت و طالبان هر دو ادعا می کنند که در جنگ ارغنداب به نیروهای مقابل تلفات سنگین رسانیدند، اما مقام های محلی کندهار می گویند که طالبان با وجود حمله های گروهی بر 5 ولسوالی این ولایت نتوانستند به هدفشان برسد. دشمن تهاجم را وړي و نور ولایتو سه کومکونه ترلاسه کړي. واج در غنده او پولیسوالی کې په تیر یو میاشت کې تر شپږ سوه نفره ډېر جنګیالي د منځه کړلي. با گذشت 4 ماه در ارغنداب هنوز هم اوضاع امنیتی عادی نشده است و دو طرف درگیر نبردهای سنگین هستند. طالبا بسیار از چیزهای خطرناک فعلا استفاده میکنند. ماینهای نو برآمده که ما ای را حالا جمع میکنیم، اینا بیخی تازه است، نو از چسبکی از بمبای بسیار خطرناک می باشد. بزدلانه عمل میکنه، از نیروهای ملکی استفاده میکنه، از خانه های مردم استفاده میکنه. این دیگه ضعف دشمن نشان میده. به علت جنگ های پی هم در ولسوالی ارغنداب به غیر نظامیان زیان های بزرگی رسیده است و صدها خانواده مجبور شدند که خانه هایشان را ترک کنند. نیسته ایسی بروره او نه نیغل پریجه نه خلق پل کار کروس مجرسی بی جزبان او غجب
یا په تور کوتل کې پراته دي یا په دامن کې پراته دي سپین خیمه درول دي نه یا جګل در سی اج دا ور پیږي مور څه چارو کو دا غړم دا ټک ټک شروع دی ور ور چارو ما پر نن شوب لداراله د چاچ کړل نن چی شه دراله پر مو یو والا خبر چولا وس نو سو کوم مینان چیرو بس دغه چیرو بس ارغنداب ژیره پنجوایی میوند و دند پنج ولسوالی کندهار هستند که 4 ماه پیش طالبان بر آنها حمله های گروهی هماهنگ را انجام دادند و تاکنون هم در بخش های از آنها جنگ ادامه دارد. ظاهر اغبر سفیر افغانستان در تاجیکستان میگوید که بیش از 6500 پناهجوی افغان در تاجیکستان زندگی میکنند که از این میان نزدیک به 90 تن آنان به اتهام جرم های گوناگون به ویژه مواد مخدر در زندان های تاجیکستان زندانی هستند. ظاهر اغبر میافزاید که تاجیکستان از ناامنی ها در مرز با افغانستان نگرانی های دارد. از سوی دیگر شماری از جوانان افغان که در تاجیکستان زندگی میکنند به علت ناامنی ها در کشور از زندگیشان در تاجیکستان راضی به نظر می‌رسند، اما می‌گویند اگر صلح در کشور تأمین شود به افغانستان باز خواهند گشت. مسعود انصار گزارش می‌دهد. سفارت افغانستان در شهر دوشنبه تاجیکستان، این جوانان افغان برای حضور در یک نشست با سفارت کشورشان آمدند. سیروس مجیدی 8 ساله بود که به تاجیکستان آمد و تا کنون که 18 سال عمر دارد در همین جا زندگی کرده است. میگوید که ناامنی ها سبب شد به تاجیکستان بیاید. آمدیم اینجا به خاطر که گفتیم جای امن‌تر بود، گفتیم یک فکر ما آرام شد و بالاخره آیست آیست همو تو باز میریم و یا چرخم و بالاخره همیجا دیدیم که سال تیر میشه و زمان میگذره. محمد راشد 4 سال می شود که به تاجیکستان آمده است. میگوید که برای وطنش دلگیر شده است، اما به علت ناامنی ها از وطن بیرون شده و در تلاش است تا به کانادا برسد. بعضی ها افسرده میشن بخاطر دوری از وطن، دق میشن پشت وطن خود و باعث از این میشه که ناامیدی در بدنش پیدا شود. سفیر افغانستان در تاجیکستان میگوید که بیش از 6500 پناهجوی افغان در این کشور زندگی میکنند که رفتن به بیرون از تاجیکستان همچون کانادا و نیز مسئول بودن در تاجیکستان را هدف مهاجرتشان گفتند. هیچ نوع ممانعت در کار در تاجیکستان به پناهنده های ما موجود نیست. شما وقتی که سر بزنین در ساحه وحدت در اونجا پیدا میکنین که یک برادر افغانستانی ما و یک برادر تاجیکستانی ما یک جای در یک دکان کار میکنن. آقای اغبر در حالی که زندگی پناهجویان افغان را در تاجیکستان بهتر میداند، میگوید که هیچ گونه مشکل آموزشی و نیز موانع فراراه کارشان وجود ندارد، اما میپذیرد که نزدیک به 90 تن از مهاجران افغان به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت هستند. خوشبختانه که در سالهای گذشته یک تعدادش تبادله شد و یک تعدادش به دولت اسلامی افغانستان تسلیم داده شد. فعلا در حال مذاکره هستیم. بالاتر از 80 چند نفر تا تقریبا 90 نفر زندانی در ایجه موجود است. با این هم سفیر افغانستان میگوید که تاجیکستان از ناامنی ها در مرز دو کشور نگرانی هایی دارد و دو کشور برای پیکار با فعالیت های هراس افغانانه در این بخش ها هماهنگ کار میکنند. والی سمنگان میگوید که طالبان میکوشند بخش های از این ولایت را با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو بسازند و میگوید که این گروه در 3 ولسوالی این ولایت در همکاری با برخی از جنگجویان خارجی در تلاش گسترش ناامنی ها هستند. عارف موسوی گزارش میدهد. شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان در مقایسه با بخش‌های دیگر این ولایت از امنیت نسبی برخوردار است. باشندگان این شهر در فضای نسبتاً امن سرگرم کاروبارشان هستند. اما ولسوالی‌های دراسوف بالا، دراسوف پایین و رویدآب از بخش‌های آسیب پذیر این ولایت شناخته می‌شوند. هلمند و این نقاط میان مسئولینشان میان. مثلا قماندانا، والی‌هایشان یا مسئولین عمومیشان میان به خاطر بد امن سازی و از ولایت های همجوار ما شکل گروپکی داخل میشن و طالبایی که از کشورهای دیگه هستن تعدادشان در سمنگان به او حد زیاد نیست، ممکن در حدود 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر همی حدود پایین بالا شد. ولایت سمنگان بیشتر از 13,000 متر مربع مساحت دارد. والی سمنگان میگوید که طالبان و برخی از جنگجویان خارجی همچون شبه نظامیان ازبکستانی و چچنی در بخش های دوردست این ولایت در تلاش سربازگیری هستند. طالبان هستند
مردمایی که در قریه های دور دست یک گروپ دارن متحرک هستن. با قریه هایی که ما اونجا پوسته نداریم می از سر مردم نان میخورن، از مردم پول میگیرن، مردم آزار و اذیت میکنن، بر یک شب اونجا هستن، از یک شب اونجا فرار میکنن، میرن به یک قریه دیگه، بالاخره به یک قریه دیگه. این طالب ها در ولایت سمنگان در اکثر نقاط سیار هستن. به او خاطر ما کمینه ها را افراز کردیم، عملات هوایی بالایشان صورت دادیم، وقتی که تعرض میکنن بالای پست های ما دفاع درست صورت میگیره و تلفات هم دارن. در این خوشکی نیست که ما تلفات داریم. معدن های زغال سنگ بزرگترین منبع درآمد سمنگان شناخته شدند. این معدن ها در ولسواله های درسوف بالا، درسوف پایین و رویده آب وجود دارند، جایی که با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو هستند. کسانی که اگر مشکلات فامیلی دارند، مشکلات اقتصادی دارند، مشکلات قومی دارند، به اطراف رفتن نمیتوانند، به ولسواله ها رفتن نمیتوانند از دست مخالفین مسلح. طالب هفته به هفته ما در ما پیشروی و پیشروی دارن، راه های مواصلاتی ولسوالی های سمنگان به چالش میکشه، خصوصا راه عایداتی ولسوالی دره‌صوف. باشندگان سمنگان میگویند که طالبان در شاهرهای دره‌صوف مزار از موترهای زغال سنگ اخاذی میکنند و از هر موتر تا 30,000 افغانی پول میگیرند. تلاش ما برای دریافت دیدگاه طالبان در این باره نتیجه نداد. تا لحظات دیگر. بازداشت یک مهاجر افغان در سویدن به اتهام تلاش برای قتل 7 تن. به ادامه خبر ده خوش آمدید. یک مهاجر افغان به اتهام تلاش برای قتل 7 تن در سویدن بازداشت شده است. این جوان 22 ساله پس از آن بازداشت شد که در شهر ویتلاندا 7 تن را با کارد زخمی ساخت و سپس خودش با گلوله پلیس زخمی شد. پلیس میگوید که اوضاع 3 تن از زخمیان این رویداد وخیم است. با گفته مقام های سویدنی احتمال هراس افگنانه بودن انگیزه این حمله بررسی می شود. خانواده های کارگران کشته شده در یک کارخانه پروسس گچ در ننگرهار از حکومت میخواهند که این رویداد را بررسی کند و برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادها اقدام کند. این خانواده ها میگویند تمامی این کارگران از یک هفته بدین سو در بدل 300 افغانی در روز در این کارخانه کار میکردند. تا لحظات دیگر. بهره برداری از یک دستگاه تولید برق خورشیدی در کنر، بیش از 200 خانواده از برق دوامدار بهره مند شدند. با ادامه خبرها خوش آمدید. یک دستگاه تولید برق خورشیدی در کنر به بهره برداری سپرده شد. مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات کنر میگن که این دستگاه تولید برق خورشیدی با هزینه بیش از 9 میلیون افغانی در چهارچوب برنامه همبستگی ملی در این ولایت عملی شده است که با بهره برداری از آن بیش از 200 خانواده از برق دوامدار بهره مند شدند. ذبیح الله جهانمل گزارش میدهد. پروژه تولید برق خورشیدی در کریاب مینه کنر که با بهره برداری از آن بیش از 200 خانواده از داشتن برق دوامدار بهره مند شدند. در انکشاف دهات دو بلیسی تمون برنامه ده او نن مونگ اولا گت اخیصه رو توس پارنش با مجموعی لگت بودی نهاشار یا تلس میلون افغانی رکنه. رئیس یوم انکشاف دهات ولایت کنر میگوید که این پروژه در چارچوب برنامه همبستگی ملی این ولایت عملی شده است و تلاش می شود که پروژه های بیشتر تولید برق خورشیدی در این ولایت عملی شوند. د نارنګ کورسوالی مرکز اسداباد او کومانوکی کې هم د برېښنا پروژې په نظر کې نیول شوې چې البته د اوبو د برېښنا پروژې دی او سولري د برېښنا پروژې ته څو پروژې راکړل شوې په هغه کې مونږه د برېښنا پروژې انتخاب کړل چې د ډیرو مشرانو او د وکیل صاحب والی صاحب د رئیس صاحب د انکشاف دهات ملګرو په هڅه باندې دا پروژه را نن عملی پیل شو. کنر از ولایت های با بیشترین منابع برای تولید برق آبی و خورشیدی است، اما در حال حاضر بیشترین باشندگان این ولایت برق ندارند.
شمار از باشندگان این ولایت از حکومت میخواهند که برای تامین برق مورد نیاز کنر و ولایت های هم جوار آن روی دریای کنر سرمایه گذاری لازم کند. تا لحظات دیگر. آغاز نخستین خط موترهای برقی در مکسیکو. باز هم خوش آمدید. خبرگزاری روی ترز گزارش داده است که ایران درباره گفتگوهای غیر رسمی احتمالی با آمریکا و اروپا درباره برنامه‌های هسته‌ای‌اش نشانه‌های دلگرم کننده فرستاده است. این خبرگزاری به نقل از یک منبع دیپلماتیک فرانسوی نگاشته است که اروپا از علامت‌های مثبت در این زمینه خرسند است. پیش از این ایران شرکت در چنین گفتگوهای را رد کرده بود، اما اکنون گزارش می شود که نه تنها تهران به اشتراک در این گفتگوها تمایل نشان داده، بلکه کشورهای اروپایی از مطرح کردن یک قطعنامه در نکوهش فعالیت‌های هسته‌ای ایران صرف نظر کردند. در شهر 9 میلیونی مکسیکو سیتی نخستین خط موترهای برقی به کار آغاز کرده است. هر کدام از این موترهای کابیندار 10 چوکی دارند، اما به علت تدابیر پیشگیرانه ویروس کرونا تنها 6 سرنشین را انتقال داده می توانند و آنها نیز باید ماسک داشته باشند. چگونگی هوای فردای پایتخت و چند شهر دیگر کشور. کابل فردا آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 13 و پایین‌ترین آن 3. پکتیا فردا بارندگی، بلندترین درجه گرما 12 و پایین‌ترین آن 0. بلخ نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 15 و پایین‌ترین آن 5. ننگرهار آفتابی، بلندترین درجه گرما 26 و پایین‌ترین آن 10. کندهار آفتابی، بلندترین درجه گرما 28 و پایین‌ترین آن 8. هرات نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 15 و پایین‌ترین آن 2. و کندز فردا آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 18 و پایین‌ترین آن 6. سپاسگزار همراهیتان با خبرده. شبتان خوش.